در ابتدای سال رهبر انقلاب اعلام کردند که ما باید به زیرساختها توجه بکنیم. این دقیقا توصیه بود که بنده در سالهای سال داشتم. یعنی این 6 سال 7 سال من توصیه‌ام این بود که بودجه ارزی از بودجه ریالی جدا بشه و کل بودجه ارزی کشور صرف احداث زیرساختها بشه. دقیقا هم مدل توسعه‌ای که در دبی پیاده شد. یعنی شما حالا نمیدونم اولین سالی که در دبی تشریف بردید چه سالی بوده، ولی یک زمانی بود که در دبی یک منطقه اتفاقا ایرانی نشینی اونجا وجود داشت که افرادی بودن که بدون بهشون میگفتن، بدون یعنی بدون پاسپورت بودن، بسیار در فقر. همزمان با این آقای شیخ محمد تصمیم میگیره اون زمان یکی از بزرگترین یا بزرگترین بندر دنیا رو بسازه به نام جبل علی که الان بندر 15 ولی اون زمان تا اونجا که من خاطرم هست بندر اول بود و میره بزرگترین فرودگاه دنیا رو میسازه که بعد از 20 سال 20 تا 25 سال به ظرفیت نهایی میرسه. یعنی بنایی رو بنا میکنه که 20 سال بعد نتیجه میده و الان بنای دیگری رو فرودگاه آل مکتوم شما مستحضر هستید در قسمت جنوب دبی ظرفیت 250 میلیون نفر برای 50 سال بعد برنامه دارن. ببینید در همون زمانی که فقر در دبی بود و اتفاقا فقر مطلق بود، یعنی فقر نسبی هم نبود، من چیزای بدی دیده بودم، دقت میفرمایید، در همون زمان میرفتن زیر ساختا رو با بالاترین استانداردهای بین المللی میساختن. اینها ببینید اینها یک طرز فکره، یک اسلوب فکریه که برای ما خیلی ناشناخته است. من برداشتم این بود که امیدم این بود که برجام به نتیجه میرسه، ما برای اولین بار بعد از 40 سال میریم به سمت اینکه این ارز رو صرف ایجاد زیرساخت بکنیم. حالا مشکل چیه؟ مشکل اینه که اگر ارز رو در اختیار بانک مرکزی قرار دادید، این ارز رو وارد بازار میکنه، باعث میشه به صورت مصنوعی قیمت ارز پایین بیاد، فنر ارزی فشرده بشه، باز 5 سال دیگه این فنر ارزی متاسفانه رها بشه و مشکلات عدیده و جدی برای اقتصاد ما ایجاد کنه. در طی اون 5 سال هم که فنر ارزی فشرده میشه، در طی اون 5 سال متاسفانه اقتصاد با بیماری هلندی مواجه میشه. نام دیگر بیماری هلندی دی اندستریالیزیشن هست. دی اندستریالیزیشن یعنی صنعت زدایی. کشور ما، کشور ایران از قبل از انقلاب، از بعد از دهه 50، یعنی زمانی که عالی خانی ها رو راندند و منزوی کردند، از اون زمان تا امروز یه چیزی حدود 50 تا 52 سال هست که کشور ما طولانی ترین دوره تورمی تاریخ بشر رو داره و طولانی ترین دوره صنعت زدایی در دنیا رو داره. یعنی شما دقت بفرمایید، کشوری که مثلا بهترین پهباد میسازه، حالا من نمیگم بهترین پهباد دنیا رو میسازه، ولی پهباد قابل قبول میسازه، اتومبیلش میشه مثلا پرایدی که 40 سال پیش شرکت فورد به کیا داده و 30 سال پیش شرکت کیا به ایران این پراید در واقع این تکنولوژی رو فروخته. یعنی ما مطلقاً پیشرفت نداریم در این زمینا و بسیاری کالاهای دیگر. خب چرا اینطور هست؟ چون فرایند صنعت زدایی بوده. ببینید ابزار نظامی ساختن اینها از فرایند بازار نمیاد بیرون. دقت میفرمایید. بنابراین شما میتوانید تکنولوژی مثل روسیه. الان روسیه پیشرفته ترین، یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای نظامی در دنیا، مثلا سوخوی 35 این ساخت روسیه است دیگه. اما خب بقیه موارد از نظر خودروسازی از ایران به مراتب عقب تره. دقیق میفرمایید. پس ما اگر واقعا میخوایم پیشرفت کنیم، باید صنعت زدایی رو متوقف کنیم، باید این ارز حاصل از فروش ثروت رو وارد اقتصاد نکنیم. صحبت اینجاست، ممکنه به برجام بریم، ممکنه نرویم به برجام، ممکنه وارد نشویم به برجام. اگر وارد برجام بشویم، اگر مجددا برگردیم به برجام، من خیلی بعید میدونم، به دلیل اینکه یک فردی در واقع در دستگاه، در رأس دستگاه پولی کشور هست به نام آقای صالح آبادی که مشخصا هر بار که ایشون در تلویزیون در طی این چند ماه ظاهر شدن به طور مشخص اعلام کرده، ایشون در مقابل سیاستی که رهبری اعلام کرد، آقای صالح آبادی اعلام کرده که ما از ارز میخوایم استفاده کنیم برای بازارسازی بازار ارز. این اسم دیگرش ارزپاشیه. این همونه که در زمان دولت مهرورزی 750 میلیارد دلار درآمد ارزی به طور کامل از بین رفت.